در پایان هفته قرار داریم و مثل هر پنجشنبه همکارم جیلا ناصری را با خود داریم که مباحث رسانه‌های اجتماعی و واکنش‌ها در برابر مباحث مهم را دنبال کرده. جیلا جان سلام، خوب ببینیم که چه مسائلی را گرد آوردین. فوجا سلام خدمت شما و بیننده عزیز. در میان سایر موضوعات مورد بحث رسانه اجتماعی در هفته که باعث واکنش‌های زیاد شده، حضور تازه گلبدین حکمتیار در مذاکرات صلح، واکنش‌ها در برابر اعتراضات در کابل، اقدام ایران علیه کاربران اینستاگرام و فیسبوک با انتخاب مباحث برجسته خبرساز شده. در میان سایر گزارش‌های صدا آمریکا در وبسایت دری و صفحات اجتماعی، گزارشی در مورد استقبال ایالات متحده از مذاکرات صلح میان حکومت وحدت ملی و گلبدین حکمتیار پرخوانده بود و واکنش زیاد افغان‌ها را نیز در صفحات اجتماعی به دنبال داشته. اکثرا از پروسه صلح و همکاری همه گروه ها استقبال کردند. نریندرا مودی صدراعظم هند که یکی از شخصیت های فعال در توییتر است، اکثرا به رهبران جهان می نویسد و اشتباها یک بار رئیس جمهور غنی را تولدش تبریکی داده بود، اما این بار تولدش به تاریخ اصلیش تبریکی داده و بعدا هم آقای غنی در پیام آقای مودی نوشته کرده که به هندی که بهات دندی بود، یعنی بسیار تشکر از پیام شما و به می دلیل اکثر کاربران رسانه اجتماعی به رئیس جمهور غنی تولدش تبریکی داده. شرکت فیسبوک در هفته در میان موضوعات خبری باعث زیاد شده، به خصوص که یکی از کارمندان پیشین فیسبوک ادعا کرده که فیسبوک اخبار مربوط احزاب محافظه‌کار ایالات متحده را منتشر نمی‌کند، اما فیسبوک از برجسته ساختن موضوعات نظر به اینکه چقدر لایک یا شریک میشه دفاع کرده. شبکه اجتماعی افراد مسلکی لینکدین که بیشتر از 433 میلیون عضو دارد، از طرف هکرها هدف قرار گرفته و حدود 117 میلیون حساب‌های افراد مورد سرقت قرار گرفته و گفته میشه در آنلاین معلومات افراد نیز به فروش میرسه. در ایران سرکوبی کاربرا در اینستاگرام. مقامات حکومت ایران چندین حساب دخترای مدل ایرانی را در اینستاگرام بسته کردند و 8 نفر بانوان مدل هم بازداشت کردند. وزارت خارجه آمریکا در صفحه فیسبوک و توییتر ویژه فارسی از اون معلومات افراد را که آنها برنده گرین کارت سال 2017 هستند معرفی کرده. شما هم با رجوع به این صفحه میتونید که معلومات که نیاز دارین به دست بیارید. انجلینا جولی در بحث دیگری در توییتر بیشتر منتشر شد. انجلینا جولی استار هالیوود در بیانیه نظرات منفی دونالد ترامپ کاندید رئیس جمهوری آمریکا را در مورد تبعیض در برابر مهاجرین مسلمان تقبیه کرده. ستاره بالیوود کاجول که اخیرا از طرف ملل متحد به سفیر حفاظت محیط زیست انتخاب شده، در ملاقات با نریندرا مودی صدراعظم هند از وی تقاضای کمک کرده تا در پاکاری مناطق کمک کند. کاجول همچنان برای پیشبرد برنامه ویژه سازمان ملل متحد که بگذارد یک طفل به سن 5 برسه بیشتر فعال است. و شفیق مرید هنرمند افغان در فیسبوک عکس خود و دخترش آلیه را پست کرده که به افغانستان سفر نموده و میخواهد دختر خود به هموطنان خود معرفی کند. و دوستان عزیز، بعد از ختم برنامه تلویزیون آشنا به چینل دری صدای آمریکا در یوتیوب رجوع کنین و گزارش ها و برنامه های ما را همه روزه میتونین هر موقعی که فرصت داشتین تماشا کنین یا تا نره که حتما عضو شوید. و در تویتر میتونین که با آدرس جیلاجی اخبار و موضوعات ما پست میکنم با ما را هم دنبال کنین.